سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها توی فارسی ما یاد گرفتیم که احتیاجی نیستش که بگیم من کار میکنم، تو درس میخونی، یا مثلا بگم که او ورزش میکنه، آنها نگاه میکنن. همین که میگم درس میخونم، درس میخونی، کار میکنه، نگاه میکنن، بازی میکنه، بازی میکنی، اصلا احتیاجی به گفتن من، تو، او وجود نداره، درسته؟ خب بعد طرف میاد همین رو ملاک قرار میده. توی انگلیسی هم به جای اینکه بخواد بگه مثلا I work، she works، he works، فقط میاد میگه خب من شنیدم اگر یه بار بگم I work دیگه لازم نیستش که دفعه های بعدی اون I رو تکرار بکنم، فقط میتونم بگم مثلا I work، نقطه، تموم شده جمله. حالا میره تو جمله بعدی میگه drive، study. اینجوری نداریم بچه ها، حتی تو فارسی هم نداریم. نگاه کنین توی فارسی در انتهای همه فعل هامون ما یک شناسه داریم، یعنی اینکه درس میخونم، درس میخونی، درس میخونه، درس میخونن، درس میخواندم، درس میخواندی، حتی گذشتم با همین میره. پس ما اگر که کلمه من رو نمیگیم، برای اینکه یه زاپاسشو داریم. در واقع در فارسی درست ما دو تا داریم، من کار میکنم، تو کار میکنی، آنها کار میکنند. پس شما اگر این من، تو، آنها رو حذف بکنی، از این آخرش متوجه میشی. ولی تو انگلیسی اینجوری نداره، این بنده خدا یه دونه بیشتر ندارن از این فاعله، دیگه شناسه تهش ندارن. پس همون اول شما مجبوری این رو بگی، فاعل رو باید بذاری. پس شما هر جمله‌ای که اومدی بسازی، حتما اول به این فکر کن چه کسی این کار رو میکنه. مثلا میگم پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، همون ترانه معروف پارسال بهار دست جمعی. خب پارسال میشه last year، دست جمعی رو بگم together، بعد رفتیم went، بعد آخرش بعد میبینی اصلا جمله رو تموم کرد. شما نمیتونی اینجوری بگی، حتما باید مشخص بکنی فاعل کیه، کی رفته بوده زیارت. میگی رفته بودیم، یعنی ما، we. حالا بماند که رفتیم میشه went، we went، رفته بودیم we had gone، رفته ایم we have gone، داریم الان میریم با هم دیگه we are going، داشتیم میرفتیم جات خالی we were going. اینا دیگه میشه زمانهای مختلف. پس شما حتما باید فاعلو بذاری. یا مثلا شما وقتی میگی کار کردم، خب شما نمیتونی خب اول کلمه کار اومده، پس بنابراین من میگم کار، work، کار کردم من، work I. نه، اینجوری نمیشه، باید بگی I work. این که باید بگیم she works، he works، توی این ویدیو قبلیه بهتون گفتم، دو سه تا ویدیو اونورتر رو نگاه بکنین، یه درس کامله راجب حال ساده این رو کامل توضیح دادم. پس الان دارم بهتون میگم اول با فاعل شروع بکنیم. حالا یه ذره میایم بالاتر، طرف میگه بابا به خدا شنیدم توی آمریکا طرف یه بار گفتش مثلا I work، بعد دیگه ادامهشو I نگفت. بچه ها اینا قانون داره، همینجوری نیستش. این یه جمله‌ای گفته، خب یه جمله پیشرفته‌ای بوده احتمالاً. حتی داریم چیزای ساده هم، مثلا میگم I work and listen to music، این اوکیه. اما مشکل ما این چیز ساده نیست، بچه ها میخوان جمله های پیچیده بسازن بعد فاعلشون رو حذف میکنن. مثلا بچه ها ما یه گرامری داریم، یه گرامر پیشرفته ای داریم، که شما اگر میخواین بگین که داری یه کاری رو انجام میدی، حالا تو هر زمانی، مثلا الان، آینده، گذشته، هر فاعلی هم میتونه باشه. مثلا من میگم که ببین من الان دارم درس میدم، I am teaching. خب همزمان رامین دیگه داری چی کار میکنی؟
I am listening to music. این کار هم دارم انجام میدم. خب حالا من باید دو تا جمله بسازم دیگه. میگم I am teaching and I am listening to music. یا میتونم بگم در حالی که دارم درس میدم دارم موسیقی هم گوش میکنم. While I am teaching I am listening to music. با یه ویرگول وصل میکنیم اینا رو. خب حالا اگر یه ذره لولتون بیاد بالاتر فقط به اینترمدییت برسین، یعنی شما اگر اینترمدییت برسین این گرامر رو باید یاد بده معلمتون، اون کتابه باید بهتون یاد بده اگر با کتاب میخونید. به هر حال اگه آموزشگاه درس میخونید به صورت ترمیک مجبورم بهتون کتاب یاد بدن دیگه، مثلا کتابو شروع میکنیم میرین جلو. حالا کاری با اون نداریم. شما اگر بخواین این جمله ها رو خلاصه بکنین شما اون کار اصلیه رو در نظر بگیر. میگه رامین اصل کاری که داری میکنی چیه؟ اون کار اصلیه. میگم ببین دارم درس میدم، اصلش اینه I am teaching. همزمان هم دارم به موسیقی هم گوش میکنم I am teaching listening to music. یه فلاینجی دار. رامین دیروز چی کار میکردی؟ دیروز داشتم درس میدادم، بعد تلویزیونم جلوم روشن بود داشتم نگاه میکردم. I was teaching watching TV. فردا چطور رامین؟ فردا هم ببین همین بساطه، فردا هم دارم تو کلاس درس میدم. I will، حالا نمیدونم بلدین یا نه، I will be teaching میشه آینده استمراری، تو ویدیو ها هست اینم نگاه بکنی. I will be teaching listening to music، در حالی که موسیقی هم دارم گوش میدم. یه مثال دیگه، مثلا میگم ببین کجایی تو؟ میگم ببین من خونم، I'm home. چی کار داری میکنی؟ I'm home watching TV. دارم تلویزیون تماشا میکنم. خب دیگه کجایی؟ ببین الان توی آشپزخونم، I'm in the kitchen. چی کار داری میکنی؟ Cooking. اینا رو یه جمله میکنی، I'm in the kitchen cooking. یا مثلا فردا کجایی؟ ببین فردا من تو دفترم هم دارم درس میدم، مزاحمم نشو. I will be in my office teaching English. پس شما اگر میخواین جمله ها رو خلاصه بکنین بگی من فاعلش رو نمیخوام بذارم، اینا نمیخوام نیست، یه سری قوانین هستش که شما باید اول از این پایه یاد بگیری، اول باید بتونی جمله رو کامل بسازی، بعد بگی به این دلایل بر اساس این قانون به این شکل با این تغییرات میتونیم فاعل جمله بعدی رو نذاریم. الان من اگر بخوام بگم که مثلا من دارم راه میرم، دارم خرید هم میکنم، میگم که I am walking buying something. یا دارم رانندگی میکنم با تلفنم، نه دیگه این جمله خوب نیست، فقط بسازیم I am driving talking on the phone. دارم با دوستم صحبت میکنم، یه دستم هم دارم چت میکنم با یکی دیگه. I am talking with my friend chatting with another friend. خب پس اگر یه زمانی خواستیم بگین که داری چی کار میکنی و همزمان یه کار دیگه هم داری میکنی، اون جمله اصلی رو بگو. حالا هر زمانی، مثلا اصلا بگو دیروز. دیروز کجا بودی؟ من دیروز خونه بودم. I was home. چی کار میکردی؟ I was home working with my father. داشتم با پدرم کار میکردم. حالا یه کار، دیروز رفتم بیرون، I went out، در حالی که داشتم با خودم یه کتابم میبردم. مثلا میگم carrying a bag with me. خب حالا شما به من بگیم ببینم، خوب فکر کن، الان کجایی؟ میگی که خب I am in my room. چی کار داری میکنی؟ دارم ویدیو رو نگاه میکنم. I am watching your video. رامین's video. خب حالا جواب واقعی بده، الان کجایی و داری چی کار میکنی؟ آینده باشه چی؟ حالا اینو بگو، فردا ده صبح کجایی و داری چی کار میکنی؟ میگی I will be in، اسم اون مکان، doing، یه فلاینجی دار. حالا یه کار رو بگو، الان دو تا کاری که داری همزمان میکنی چیه؟ میگی الان I am learning English
و دارم فلان کارم میکنم، مثلا میوه کنارت داری میخوری. من به بچه‌ها تو کلاس میخوام اینو یاد بدم، اینو معمولا میگم، میگم تو که داری الان زبان یاد میگیری دیگه، درسته؟ با من داری یاد میگیری دیگه، داری چی کار میکنی؟ نمیشه که بگی هیچی، بالاخره داری توجه میکنی، داری به یه چیزی گوش میکنی، داری نوت برداری میکنی. اینم از درس امروزمون. بچه ها اگر دوست داشتین کلاس های من رو شرکت بکنین، کافیه که به هم پیام بدین، من بهتون شرایط رو میفرستم تا خوب با دقت گوش بکنین، تصمیم بگیرین. کلاس های من تضمینیه بچه ها. تضمینی یعنی چی؟ اینجوری معنیش این نیستش که من تضمین میکنم تو یاد میگیری، نه، اینا کلاهبرداریه. من تضمین میکنم که شما میتونی بیای کلاس من و خودت قضاوت بکنی. 4 جلسه بیا، از این 20 جلسه 4 جلسهش رایگانه. بیا کلاس رو نگاه بکن، میبینی که آیا خوشت میاد یا نه. دیدی بعضی هستن 1000 تا کلاس زبان هم برن بازم یاد نمیگیرن. خب حالا دلایل مختلف، اصلا فرض کنیم که هوش زبانی خوبی نداره، ولی لااقل من چیکار میکنم؟ میگم ببین، تو اگر جای دیگه بری ثبت نام میکنی دوباره پولت میپره. من میگم بیا کلاس من، من مطمئنم تو کلاسم یاد میگیری. اما اگر اومدی دیدی یاد نمیگیری، هزینه ای بابت این جلساتی که اومدی اصلا قرار نیست پرداخت بکنی. کلاس من زنده است، اینجوری نیست که فقط یه ویدیو نگاه بکنی. من همزمان که شما تو خونتون هستی دارم درس میدم، شما با من در تماس هستی، تو کلاس همش داری جمله میسازی، تمرین میکنی، من میبینم جمله هاتو، تصحیح میکنم، و وقتی تصحیح میشی تازه میفهمی ای اشکالم این بود. ولی ویدیوهایی که میری ویدیو میخری یه پکیج شما فقط نگاه میکنی، حالا پس برای میای یه جمله بسازی، اصلا هیچ کس نیست بگه اشتباه ساختی. ما گروه هایی داریم، توی گروه هامون شما عضو میشین، اونجا من هستم، بقیه هستم، 24 ساعته همه با هم دیگه اونجا داریم زندگی میکنیم، از آمریکا، کانادا، ژاپن، ایران همه هستیم، به هم دیگه کمک میکنیم. کلاسمون هم که گفتم به صورت زنده است که بتونین تمرین بکنین، میتونی نوت برداری بکنی، میتونی جزوه داشته باشی که بهتر بخونی، قبلش باید تمرین بکنی. یعنی همیشه 24 ساعت شما ساپورت دارین، قبل از کلاس، بعد از کلاس، در حین کلاس، بعد از دورتون که تموم شد باز هم با بچه ها میمونین تمرین میکنین. اینستاگرام من رو یادتون نره، اینستاگرام من رو بیاین تو استوری ها بچه ها، روی پروفایل من کلیک بکنین، اون عکسه انگلیش رامین، بیاین تو اینستا، پر از آموزشه. اگر توی یوتیوب مثلا هفته یه دونه ویدیوه، اونجا هر روز من دارم آموزش میدم، آموزش های رایت. راستی بچه ها من هر روز استوری میذارم و کلی نکته براتون میذارم، آموزش هایی که شاید اگر جای دیگه براتون بخوام بذارم یه دونه یه تیکه از اونو میذارم به عنوان پست، دوباره میره ماه دیگه برمیگره یه پست دیگه براتون میذاره. ولی من هر روز تو استوریا از کلاسام ضبط میکنم و نکته هایی که به اونا یاد میدم برای شما هم رایگان میذارم، میتونید استوری ها رو ببینین و استفاده بکنین. روی این پروفایل من کلیک بکنید یا لمس بکنید یا نشان بکنید تا بتونید وارد استوری ها بشید.